هموطنان عزیز سلام عرض می‌کنم به برنامه شفازادی، خوش آمدید. همکار عزیز من خدا رو شکر رایمن جان عزیز شکر. خیلی ممنون که آمدید. بفرمایید با عزیزانمون سلام کنید. منم شب بخیر میگم به تمام عزیزانمون که این برنامه رو نگاه میکنن. واقعا یک فیضیه که شامل من شده تا بتونم امشب هم و در هر جایی که هستیم با شما باشم. شما دعا کنید که بتونیم شروع کنیم. بس بیایم به حضور خداوند و بخوایم که خداوند با شکرگزاری میایم به حضورت و اعلام میکنیم که فرزندان واقعی و راستین تو هستیم و این خواندگی از تو بوده و ما چشمان ما رو تو باز کردی. امروز تشکر میکنیم برای فیض بیکران تو که بر ما ریخته شده و امروز میتونیم با آزادی کامل بیایم به حضورت. خداوند عیسی، امشب میایم تا آن کاری رو که تو در قلبها و در فکرهای ما و در روحهای ما تو کار کردی اون رو صحبت کنیم، از تبدیل عظیم، از اون تبدیلی که تو در ما انجام دادی صحبت کنیم. و خداوند عیسی دعا میکنم عزیزانی که در اون سر اون طرف دنیا نشستن و الان با ما نگاه میکنن، آنها نیست در این خداوند در صحبتهای عامیانه‌ای که با هم میکنیم و کلام تو رو بازگو میکنیم، با ما شریک کن خداوند عیسی و بگذار تا آن چیزی که حتی عزیزانمون که امشب نگاه میکنن زنگ بزنن و در میون بذارن کار عظیم تو رو، تبدیل ها رو و شکرگزاری میکنیم، پیروزی ها رو اعلام میکنیم که در تو پیروزی داریم و در قوت نام تو خداوند عیسی میگیم آمین. 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 چقدر عالی که واقعا ما میخوام تمام بینندگان ما با ما بدونن که ما همه در معرض خیلی از مسائل و واقعیت‌های دنیا هستیم. درست. یک سری واقعیت‌ها وجود داره که به همه اتفاق میفته و اسمش رو میذارن واقعیت، یعنی دیگه نمیشه کتمان کرد، نباید قایمش کرد، نباید انکارش کرد، میباید با واقعیت‌ها روبرو شد. ولی همیشه در مقابل هر واقعیتی، اتفاقی که میفته، یک حقیقت وجود داره. درست. که اگه ما این حقیقت رو با اون واقعیت جابجا کنیم و اون واقعیت رو بپذیریم، بله هست، ولی نباید بگیم خب چه که هست هست پس دیگه من همین جورم و من باید ادامه بدم. درست. بلکه اون حقیقت رو بیام جای واقعیت بگذاریم. یکی از مسائلی که برای همه ما پیش میاد و فکر میکنم همه گیره هستش مسئله خشم. اگه تیتر امروز رو بذارید، جالب اینه که مسئله خشم ممکنه بعضیا اون خشم رو در درونشون دارن. درست. و بیرون نمیزنه ولی داره میخورتش. بله. و اون خشم حتی تبدیل به افسردگی میشه، چون یه نفر میگه آه من خشم ندارم. درست. نگو اون خشم درون که نمیتونه آزاد کنه به خاطر مسائلی که اتفاق میفته که امشب باز میکنیم چی میشه که من خشمگین میشم، این توش میمونه. چون بعضی الان ممکنه برنامه رو ببینن آه من خشم ندارم، من خیلی آدم آرومی هستم، حالی که در حقیقت در وجود آدم این خشم و قوغا وجود داره. بله. که شعرهای زیادی داریم که در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که درست. واقعا یه چیزایی در درون ما هست که حتی اگه بیرونم نیاد ممکنه من از درون بزن. درست. این خشم درون یک اسب سرکش میمونه یا یه چیزی در و احساسه، یعنی دقیقا باید بدونیم جزء احساسات ماست. بله. ولی اگه این احساسات رو ما بهش اهمیت ندیم، توجه نکنیم. من یه مثالی واقعا در عرض همین چند هفته پیش با یه عزیزی، با یه زوجی مشاوره داشتم. خب نویمان بودن، هیچ انتظارم ندارم یه نفر نویمان بگه همه اینا رو بدونه، هیچ انتظار نیست. موقعی که صحبت میکردیم این بود که مرد میگفت من آره با همسرم از روز اول زندگی کردم، بهش گفتم من مشکل خشم دارم و برمیگشت به همسرش میگفت مگه یادت نیست که مادرم هم همینو بهت گفت که من از بچگی مسئله خشم داشتم؟ خب دیگه بس باید بپذیری منو دیگه. ولی جالب این که نه، بله رومان، جالب اینه که ما نمیدونیم که ما با این خشممون چیکار کنیم. درست. و میپذیریمش، میگیم خاله من دیگه خشم دارم دیگه، تو دوست منی باید بپذیری. درست. تو همسر منی باید بپذیری. ولی اصلا خدا میگه که درست احساساته، درسته که بعضی وقتا از کنترلت خارج میشه، درسته که میتونه ضربه های عجیبی بزنه، ولی میتونی کنترلش کنی. بله. و میتونی به اون چیزی که باعث میشه خشم بگیری رو تبدیل به یک آرامش. و پیروزی و قوت بکنی. برای همین مسئله خشم یه مسئله‌ایه که من فکر میکنم
همه گیره. بله. یعنی خشم میتونه تشبیه کنیم به یک آتشی که نتونیم اون رو کنترل کنیم. آتش به خودی خود یک چیز نیکوییه، ما هم ازش به صورت گرما استفاده میکنیم، روی مسائل خیلی چیزا استفاده میکنیم. آتش نیکو هستش، اما این آتش در یک جنگل نمیتونه نیکو باشه چون طبیعت رو داره از بین میبره. و خشم انسان هم مثل یک آتشیه در خانواده که میتونه چکار کنه، زندگی ها رو بسوزونه و از بین ببره و میتونه اون شخص که آتش درونی داره بگه این آتش از اول بوده درونه و هیچ چیزی نیست که منو کنترل کنه. جالب اینه که بعضیا، و میدونم خیلیاتون مسیحو دارید و پذیرفتید، کلام بلدید، بعضی وقتا میگین خب یک خشم مقدس هست، یک خشم مقدس هست و من باید نسبت به گناه خشم بگیرم. نسبت به گناه من باید خشم رو داشته باشم، ولی نباید بزنه بیرون گناهکارو آسیب برسونم. توجه کردید؟ من به گناه باید خشم داشته باشم، نه به گناهکار. و اگه بخواییم فکرشو کنید، ما گناه رو کجا میبینیم؟ ما گناه رو در گناهکار میبینیم. پس درسته خدا به گناه خشم داره، ولی خدا هیچ وقت خشمش رو روی گناهکار خالی نکرد، بلکه خشمش رو روی پسر خود عیسی مسیح، رو بدن خودش، رو وجود خودش خالی کرد که بگه من چقدر از گناه بدم میاد، ولی شما رو دوست دارم، عاشق شما هستم. پس بعضی از شما مسیحیان خیلی شاید وارد هستید به کتاب مقدس، نه آقا خشم مقدس هم وجود داره، باید بیاد بیرون. و دیدم برادر که میان میگن نه باید اینجوری باشه. ما خود ما شبانان هم بعضی وقتا یه جا گیر میکنیم، یه جا مثلا دیگه از حد میگذره، خودمون کاسمون لبریز شده، نفهمیدیم که باید کاسمون رو خدا پر کنه. بعضی وقتا انسانیتمون لبریز میشه، نمیتونم با یه نفر دیگه، بالاخره به هیچ صراطی مستقیم نیست. بعد یهو خشم میاد بیرون، بعد من میخوام توجیهش کنم، بگم این خشم مقدسه و نه، حتی باید من کنترل کنم اونجا خودم. وقت من اشتباه کردم، یعنی برادرم، یعنی که دارم به عزیزان میگم فکر نکنید من همه چیزام درست بوده، نه، بعضی وقتا یه خشمی از من بیرون اومده که میخواستم به گناه خشم داشتم، بله، دست اون شخص عصبانی شدم که بابا مرد حسابی چرا انقدر تو در گناه داری زندگی میکنی، زن و خانواده و بچه‌هاتو داری آسیب میرسونی، یا مثلا رفتی گیر افتادی تو یه دونه گناهی، اعتیاد، نمیدونم زنا، غیره، و گیر کردی، بیا بیرون. این میخوام اینو با هم جدا کنم، من انسان نمیتونم. درست. خیلی باید از کنترل روح خدا باشم که بکنم. من متاسفانه خودم ترجیح میکنم، من خودم ترجیح کردم نباید بکنم، من گناه کردم. بعد میگم، یعنی بدونین، میخوام اینو باز کنم که بعضی از مسیحیان میان میگن که خب دیگه خشم باید داشت نسبت به گناه، باید خشمگین شد. صبر کنید، ولی خدا خشمش رو روی کجا به ما، یعنی به ما نکرد، رو صلیب کرد. بله، خشم خدا به گناه روی صلیب انجام شد. و این خیلی نکته مهمیه برای شمایی که یه مقدار کلام رو میدونید و شاید به خودتون اجازه بدید که خشم بگیرید. کلام خدا میگه خشم میگیرید، وقتی خشم گرفتید حتما برو تو بستر خودت، یه جای در بسته، و در اونجا با خدا صحبت کن. در مزمور 44 هست. برادر رای، من نمیخوام زیاد حالا این وسط بریم، برگردیم به یه قسمت دیگه خشم. خشم بعضی وقتا چون میدونیم احساسه، خشم نشان دهنده مثل تب میمونه. درسته. من خیلی گفتم مثل تب میمونه، یعنی یه نفر که تب کرده و درجه حرارتش مثلا 37 رد شده، رسته 40 40 41، این درجه حرارت که نشون میده این تب داره، تب خودش اون اصله نیست، اصل مطلب یه میکروبیه تو بدنش. بله. یه چرکیه کرده، یه اینفکشنیه تو بدنشه که باید از بدنش خارج بشه، ولی اون تبه داره نشون میده که چقدر این شدت این درد یا شدت این مریضی در این فرد چقدر زیاده. مسئله ریشه رو باید نگاه کرد، یعنی خود تب، خیلی اوقات ما هم نسبت به دیگران شخص رو نگاه میکنیم. بله. تا اینکه به موضوعی که داره شخص رو کنترل میکنه نگاه کنیم. به این خاطر تب نشانگر یک چیزی هستش که توی بدن ما داره
داره از عادت اون نرمال یا عادی خارج شده. بس ما نباید تب رو بکشیم یا تب رو از بین ببریم، بلکه باید بیاییم موضوعی که داره تب رو بیشتر میکنه اون رو نگاه کنیم. که اون بر میگرده به نکته هایی که توی زندگیمون شاید ما رو تحت تاثیر قرار بده. این که گفتید، بریم مثلا این نفر یه بچه تب میکنه، پاشورش میکنن، حوله سرد میذارن رو سرش که تبش رو بیارن پایین. بله. اگه نیارن پایین، این انقدر تبش زیاد میشه اصلا ممکنه بچه شوک بهش بیاد. برای همین اووردن تب پایین که آرومش کنن. یه نفر اگه خشم داره، من الان نباید ریشه یابی باهاش بکنم. بله. من نباید یهو بیام مثلا بگم نه تو خشمت به خاطر این مشکل درونیت، نمیدونم بچه بودی اینجوری شد، همسرت این کارو کرد. این باید اول آرومش کنم، باید یه حوله سرد بذارم رو سرش، یه ذره توی محوطه نگرش دارم که بتونه گرمای بدنش رو بتونه ادجاست کنه، درست کنه، بعدن میشنم راجعش ریشه یابی کنم. چون بعضی وقتا ما مسیحی‌ها یا زن و شوهرها مثلا بانه. زن و شوهرها و دوستا با هم میرسن، موقعی که یه خشمی از همسرش رو میاد بیرون، فوری میخوان اونجا ریشه یابی کنن و حل کنن. یه نفر به خاطر یه دلیلی، حالا دلیلش هم اصلا موجه نیست. بله. اصلا موجه، یعنی نباید محکومش کنیم. یه خشم میگیره، بعد همونجا همسرش میخواد اون رو تصحیح کنه. همین الان که گفتی. درست. اون نمیفهمه. اون الان تبه نمیذاره بفهمه. اون الان اون مسئله نمیذاره بفهمه و شروع میکنه بدتر و بدتر و بدتر شدن. بعدی که این خشم سرایت میکنه به طرف مقابل و به اطرافیان و همه رو میزنه. چون پشت خشم یه چیزی که میخوام عزیزان ما بدونن، پشت خشم یک روح قاتله، روح مرگ. عزیزان توجه کنید، اگر یه نفر خیلی خشمگین میشه و با این خشمش مونده و همین جور داره دست و پنجه نرم میکنه، بدونید که پشت این خشم که عادی شده واسش، یک روح پلیده. نمیخوام بترسونمتون، ولی میخوام آگاهتون کنم. و اگر همسرتون خشمگینه، اگر برادر یا خواهر، مادر، پدر، کسی این خشم رو بهتون نشون میده و همینجور ممتد، بدونید روح پشتشه. و با خود فرد جنگ نکنید، بلکه یاد بگیرید. امشب میخوام یاد بگیریم چجوری برگردیم و اون روحی که باعث میشه این خشم این فرد به اوج نهایت خودش برسه رو ما چجوری اون رو ضرب فنی کنیم تا بتونیم این عزیزمون رو از دست اون روح بیرون بکشیم. و مبادا، خیلی جالبه رایمن جان، یه نفر میبینه و اینو از من مثلا شنیده، بعد طرف خشکی میشه میگه آقا تو روح زده شدی، تو روح داری، تو اصلا روح بد زد. نه، اینا رو نگید. درسته. اینا رو نگید به افراد، بلکه خیلی راحت با آرامش و با روشایی که امشب آیاتی خدمتتون میدیم شروع کنید. ولی میخوام جنگ رو ببینید، یعنی جنگ پشتشه. من آمادم میشن عزیزان، من میخواستم یه سرودی رو هم آماده کنن ما قبل از اینکه وارد تکنیکش بشیم که چگونه هم تشخیص بدیم و هم چجوری پیروز بشیم بر خشم. چون یه اسلاید 6 رو اگه بذارید، خشم واقعا خانمان براندازه. توی کتاب مقدس هم میگه دیگه. بله. میتونه یه جنگلی رو بسوزونه و اون چیزی که ایجاد میکنه که این آتش رو زیاد کنه، بادیه که از طرف ما میاد. بیشتر تو کالیفرنیا و جایی که آتش میگیره جنگل زیاده، جاهایی موفقن که آتش رو مهار کنن که باد نباشه. بله. چون باد پراکنده میکنه آتش رو، زیاد میکنه. و با اینکه خیلی هم امکانات هستش، کشکامیل از لحاظ هواپیما، هلیکوپتر، بله، همه چی هم دارن، یعنی یه چیز جایگاه فقیری نیست از لحاظ اینکه بتونن این آتش رو مهار کنن، اما نمیشه. یه واقعیتی اون باد میاد، هی زیاد گسترشش میده، پخش میکنه، آتش رو میبره. بس ما نسبت به خشم نباید باد رو بوزونیم. این خیلی مهم هست. باعث از خشمگین شده. بله. مثلا عصبانی هم شما میگم من عصبانی تر کن، بعد شما رو داری بیا بیرون، رو داری رو داری. برای همین خشم واقعا از ریشه هایی که میبره به حالت تنفر، و بعد واقعا از تنفر واقعا به جدال و جنگ و قتل انجام میشه. و بدونین این زبان که همجوری که در یعقوب میگه این زبان میتونه بکشه، خشمگین که میشین
اولین جایی که استفاده میکنید زبانتونه و متاسفانه زبان شمشیریه که همه چیز رو میزنه. ولی رامن قبل از اینکه کلیپی رو نشون بدن تلفنی داریم میگیریم. من میخوام از عزیزان بشنوند چجوری با این مشکلات شما دست و پنجه نرم میکنید و راه‌حل‌های شما چیه. ما راه‌حل‌ها رو خواهیم گفت و راه‌حل‌های شما چیه. خواهش میکنم اگر تلفن رو داریم قطع شد. از آن وقتی زنگ میزنید ببخشید بعضی وقتا سیستم های تلفنی ما اگر کار نمیکنه و ترانسفر نمیشه انتقال پیدا نمیکنه به استودیو، خسته نشید دوباره زنگ بزنید و از آن شما رو وصل خواهد کرد. میخواستم کلیپی رو توجه کنید، برمیگردیم این مطلب رو که درست پشت این قتل روح قتله، روح مرگه بل. و برای همین منو میاره از خشم شروع میکنه، خشم و تنفر و جدال و به مرگ تبدیل میکنه و من باعث میشه که من کسی رو آسیب برسونم و ممکنه با چاقو کسی رو نکشم ولی با زبانم او رو میکشم. بله. و زبان قدرت داره، قدرت موت درشه، موت و حیات در قدرت زبانه. درست. و خشم میاد و این رو از کنترل روح خدا و کنترل من خارج میکنه و خود اون روح کنترل میکنه. من همیشه این مثال رو به خود اون زن و شوهر میزنم، میگم شما با خشمت خیلی راحت تو خونه میای داد و قال میکنی، میای عصبانی میشی سر هر چیزی، حالا ممکنه یه چیز کوچیک باشه یه چیز بزرگ باشه. وای به حال روزی که مثلا خانم شما خطای خیلی علنی بکنه، تو دیگه میکشیش طرفو. یعنی انقدر سر چیزای جزئی نمیتونی کنترل کنی که اگه رسید به یه جایی میکشی. چون وقتی خشم رو یک پدر وارد خونه میکنه، یک مرد وارد خونه میکنه، درست مثل اینه، میره موقعی با خشم میاد خونه و داد میزنه، دیدین احساس کردید که بچه‌ها کز میکنن، بعضی از بچه‌ها کز میکنن یه گوشه میرن یه جا خودشون رو قایم میکنن، بعضی از بچه‌ها واقعا از ترسشون میرن، اونا که بزرگترن از خونه میرن بیرون، توجه نمیکنن، ولی یه مقدارم که بزرگتر شدن شروع میکنن جنگ و جدال، خودشون هم خشم میگیرن. درست. ولی این خشم دقیقاً مثل این میمونه، اونایی که بچه کوچیک دارن، واقعا بچه کوچیک دارن، پدر یا شاید هم مادر، فرق نمیکنه، مادرم بله خیلی خشمگین هست، داریم در خونه رو باز میکنیم، درست میگیم ای روح مرگ، ای روح بیا و بچه های من و زن منو بزن. درست. بیا و شما بزن، چون من خودم وارد خونه کردم. این رو متاسفانه شاید مسیحیان ما نمیدونن. درست. مسیحیان ما فکر میکنن عادی عادت، آقا من این رو دارم دیگه. نه اصلا، شما به روح پلید داری اجازه میدی وارد خونت بشه و اجازه میدی همسر و بچه هاتو بزن. و واقعا مردی که خشم رو وارد خونه میکنه در دل همسر و بچه‌هاش، بله، یا اونی هم که سر کار خشم میگیره میخواد طرفو بترسونه. بله. میخواد بترسونه تا بتونه استفاده کنه. حالا اینکه اگر خونت هستی ای مرد، ای پدر و ای مادر، اگر خشم میگیری به بچه‌هات، اگه پدری به همسر و بچه‌هات، بدون حتما در آواز میکنی و روح مرگ میاد تو و اولین چیزی که در دل بچه‌هات میکاره ترسه، ترس و بعد افسردگیه. توجه کنید، شما باعث افسردگی همسر و بچه هات میشی، شما باعث میشی که اونها غم درشون بمونه و لونه کنه و تبدیل به افسردگی خیلی شدیدی بشه. اگر سر کار هستی همین مطلب، کسایی که حتی رئیس هستن، رایمن جان شما بودید تو کارت، بعضی وقتا میبینید بعضی از رؤسایی که سر کارن خشم میگیرن، فکر میکنن به این وسیله کاراشون درسته. بله. حالا که کسی زیاد باهاشون نمیمونه، میذارن میرن. درست. و اگرم یه دونه کارمند خشم بگیره، خب خیلی ساده اخراج میشه. یه چیزی که اتفاق میفته دیگه از کوره در میریم. درسته. کوره در رفتن، اون کاسم لبریز شدن، اینا همه عواملیه که عزیزان باعث میشه ماها رو توی موقعیتی قرار بگیره که محیط خونمون رو، محیط کارمون رو، حتی کلیسا رو به هم بزنه، حتی اون جمع ایمانداران رو به هم بزنه. پس ما میخوایم راه حل رو الان گیر بیاریم، راه حل ها رو از کلام خدا باید گیر آورد، باید راه حل ها رو رفت از کسی پرسید که خودش تونسته خشمش رو کنترل کنه، نه به مردم بلکه روی صلیب پیاده کنه. و آن پیاده کردن به این عنوانه که من از گناهت متنفرم ولی از عاشق تو هستم و میخوام تو برای من در آرامش زندگی کنی. برای همین شاهزاده صلح و سلامتی، صلح و سلامتی، اون شاهزاده آرامش، اسمش عیساست. اگه عیسی مسیح رو به هر صورتی شما میشناسید، اگه فکر میکنی پیغمبره، اگه این برنامه رو میبینی فکر میکنی پیغمبره، بدون ماورای اونه، او شاهزاده آرامشه. او میگه من آرامش هستم، نزد من بیایید ای تمامی گرانباران،
زحمت کشان، شاید اونایی که در سختی و درد هستی و خشم میگیری و ناراحتی، نزد من بیا و من به تو آرامی میبخشم. من آرامش میدم. میگه این آرامشی که من به شما میدم از آن این جهان نیست، آرامشی که میدم ماورای این جهانه. پس اگر تا اونجا قبولش داری امشب، و مسئله مشکلت خشمه، هنوز راجع به مسیح نمیدونی، این برنامه رو هم شاید همینجوری تلویزیون تو چرخوندی و گرفتی، ولی میگه خسته شدم، من با این خشمم دارم خونم رو از بین میبرم، من با این خشمم دارم رابطه هام رو میشکنم، من با این خشمم دارم بچه هام رو آسیب میرسونم، ای خداوند به من رحم کن. ای عیسی، اگر تو شاهزاده صلح و آرامش هستی، بیا به قلب من، حداقل اینو برای من ثابت کن و بذار من این شخصیت آرامی تو رو دریافت کنم. و میخوام بدونید عزیزان، عیسی مسیح رو اگر شما پیغمبر میدونید، اگر میگی پیغمبره، پس بگو پیغمبری که شمشیر دستش نگرفت. اگر پیغمبری نیامد با خشم من و شما رو از بین ببره، بلکه او خدا و خداونده، خدای آرامش رو میخواد وارد قلب و زندگی شما بشه. برای همین میخواستم آیاتی رو باز کنیم، واقعا بریم به اون مسیری که بدونن عزیزان ما عیسی مسیح در هر حال، خیلی جالبه، میخوام اینم باز کنیم هر دومون. عیسی مسیح در هر حال در آرامش بود، در آرامش کامل بود. بعضیا میگن عیسی مسیح اومد توی معبد و خشمگین شد و ترکه درست کرد یا تناب بود با هم درست کرد و زد، حالی که عیسی مسیح هیچ جا تو سه تا انجیل یا حتی چهار تا انجیل رو لمس میکنه هیچ جا ننوشته خشمگین شد. شاید در ترجمه های تفسیری اشتباهاً اون مترجم کلمه خشم باشه، ولی در اصل یونانیش وجود نداره. میگه او آمد و این کار رو به خیلی درست و خیلی جدی اونا رو بیرون کرد، گفت اینجا خانه شما مغاره دزدان کردید، اینجا خانه دعاست، خانه پدر من خانه دعاست. و من فکر کنم موقعی که عیسی مسیح اونها رو بیرون میکرد به صورت عصبانی اینجوری نبود، بلکه خیلی جدی، فرق بین خشم و جدی بودن خب یه خط خیلی نازکیه، درست. ولی عیسی مسیح نیست در اونجا خشم نگرفت، بلکه جدی رفتار کرد. خشم رو ما بدونیم که یک اثراتی میذاره، خشم وقتی ما خشمناک میشیم یک اثراتی میاره که دیگران رو زخمی میکنه. بله. کلام رو ما میدونیم که کلام به سمت کسی طرفداری نمیکنه و حقیقت رو میگه، و مطمئن هستم اگه عیسی مسیح اونجا با ترک کسی رو زخمی کرده بود مطمئنن پیش کاهنان میرفتن، پیش کسانی علمای یهودی میرفتن که چیکار کنه در علیه، چون اونجا یهودیان و کاهنان منتظر بودن که عیسی مسیح یک کاری بکنه، یک کسی رو داشته باشن که شهادت بده که این مرد منو زخمی بله، کرده. بله. و من مطمئنم که نویسنده این کلام روح القدس می نوشت که بله عیسی مسیح دو نفر رو زد کبوت شدند. ها؟ ما همچین چیزی رو نمی بینیم در کتاب مقدس. و اگه صحبت کلمه خشم رو توی تفسیری میاد، بله اونجا با یک جدیت خاصی اون کار اونها رو در مبعد داشت چیکار میکرد. بله. داشت میگفتش که این کار اشتباهیه و کسی رو نزد و کسی رو زخمی نکرد، اگه نه یهودیان منتظر بودن، باور کنین منتظر بودن که یک چیز اشتباهی از عیسی مسیح بگیرن و ببرن پیش علما و اونو محکومش کنن. اگه کسی بخواد امشب قلبش رو به این عیسی مسیح بده، بگه من خشم اذیتم میکنه، الان پذیرفتم که شما میگید عیسی مسیح شاهزاده صلح و سلامتیه، درست، به قلبم بیاره، باش دعا کنید به قلبش رو بیارن، دعا آمین. کنید مسیح رو بپذیرید. آمین. خیلی راحت مسیح رو بپذیرید. بپذیرید واقعا. امروز من شهادت میدم که خداوند خشمای من رو آزاد کرده، منو از عصبانیت های زیاد آزاد کرده، و این چیزی نیست که بگم که من با کارهای خودم این رو انجام دادم، با نیکویی‌های خودم رو، چون در انسان نیکویی خاصی نیست که روی اون تمرکز کنیم بگیم من با هدیه دادن، صدقه دادن و به امامزاده ها رفتن یا به کلیسه ها رفتن، بله، با اونجا من رفتم شمع روشن کردن، اصلا اینطور چیزا نیستش. بله. بلکه چیزی که ما نیاز داریم قدرت روحی هستش که میاد
و از طریق عیسی مسیح میاد و ما را چکار میکنه؟ آزاد میکنه. ولی آیه هست، اسلاید هفت رو اگر بگذارید، متا فصل 5 آیه 21 و 22. این آیه جالبه، من میخونمش، بعد خواستید باز کنید. شنیدید که به اولین گفته شده است قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار حکم شود. منظور اولین یعنی عهد عتیق، میگه گفته شد قانون موسی همینه، لیکن من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد. این لغت بی سبب در ترجمه یونانیش نیست، جالبه، بی سبب نیست، میگه خشم گیرد. چون بعضی وقتا یه نفر میگه اگه بی سببه پس سبب داره هم هست. درسته. سبب فقط به مطلب گناهه. این میگه بی سبب، خواسته مترجم فارسی اینو یه ذره بازش کنه، ولی در حقیقت خیلی ساده است، خشم نگیریم. درست. میگه میگویم هر که به برادر خود خشم بگیرد مستوجب حکم باشد. دلیلی که سبب داره و بی سبب اینه که میگه من به گناهش خشم دارم، برادر کامی اجازه بده خشم داشته باشم. درست. ولی اگه خشم داری چجوری داری پیاده میکنی؟ داری برادرتو رد میکنی؟ داری برادرتو میزنی؟ داری برادرتو جدا میکنی از خودت؟ چی کار میکنی؟ درست. حالا اینکه میگه من بهتون میگم این بعد مستوجب حکم باشن یعنی چی؟ یعنی اگر من خشم بگیرم قانون برای من چیه؟ قتل. پس دیگه قاتلم دیگه، درسته؟ اینو ما واقعا داریم میبینیم در دنیا و ما این رو دقیقا، من تو فیسبوک نگاه میکردم که شخصی یک کاری رو کرده بود که به دادگاه برده بودن و هر چی که بوده اسمشو میتونیم دزدی بذاریم. بله. و اون رو برده بودن و دارش زده بودن و جوون، نگاه کنین واقعا خشم اینطوری هستش، ما به این چشم نگاه کنیم که اگه ما نسبت به خشم یک شخصی ما خودمون خشم میگیریم و بیهوده هستش، داریم چیکار میکنیم؟ داریم واقعا چوبه دار رو داریم آماده میکنیم برای طرف. بله. بله. و ما ناخواسته به جای اینکه بخوایم اون رو تصحیح کنیم، بخوایم اون رو درست بریم جلو، شخص رو محکوم کردیم، نه اون روحی که پشتشه. بله. در صورتی که کلام خداوند میخواد که همه گناهکاران نجات پیدا کنن، آنانی که ما میگیم اعدامش کن اعدامش کن، خداوند میخواد اون هم نجات پیدا کنه. و ما انسانها از خشم، از اون فریاد درونی میگیم اعدامش کن، چون حقش اینه، چون این دزدی کرد اعدامش کنین. بله. بکشینش. از خشمهای درونی که از بیرون میاد. بله. و حق صادر میشه. داوری بر خشم اساس. بله. خشم. جالب اینه که در این آیه اگر دوباره نشون بدین، داره عیسی مسیح این مطلب رو در متا فصل 5 میگه و اون موعظه سر کوه، داره اون ده فرمان رو میاره وسط و مسئله قتل مکن رو میگه. اگه قتل مکن تو قانون خوندید، اولین گفته شده بود، شنیدید اینو قبلا، یعنی توی ده فرمان شنیدید که قتل نکن، خدا میگه قتل نکن، نباید قتل کرد. میگه اگه خشم بگیری یعنی قتل کردی، خیلی راحت. استاندارد اگر اینجاست برای اینکه من قتل کنم و من باختم در حضور خدا، به پیش خدام نمیرم، مقبول خدام نیستم، خدا میگه ای خشم بگیری، یه استاندارد رفت بالا. بله. خشم بگیری قتل کردی. پس ای برادر خواهر من، اگر واقعا داری خشم میگیری به بچت، مادرایی هستن که نمیتونن خودشون کنترل کنن، خشم بگیری اقلا بدون محکوم نمیکنم، خواه ملزم شی طبق این آیهی که وجود داره. داره قتل میکنی، خواهش میکنم، تمنا میکنم به فرزندت رحم کن. ای مرد که خشم میگیری تو خونت، قتل داری میکنی، تمنا میکنم، به قول پولس التماس میکنم، استدعا میکنم، رحم کن به همسر و بچه‌هات، چون داری قتل میکنی و خودت جزء قاتلان هستی. من دارم با مسیحی صحبت میکنم. عزیزانی که شاید این برنامه رو گوش میدید میگین چقدر این آقا سختگیره به ما، نه، این باید یک مسیحی بدونه فیض روشه، ولی در این حال قانون الهی هم هست. اگه من قانون الهی رو در نظر نگیرم، از قانون الهی سوء استفاده کردم، از فیض الهی سوء استفاده کردم و من مسیحی نیستم، من اسمم مسیحی هستم. پس من باید بدونم این قانون استانداردش بالاست. اگر ندونم و هی برم انجام بدم، دارم از فیض سوء استفاده میکنم. هوشیار باش، ممکنه مسیحی نیستی، هوشیار باش، شاید یه روزی فقط
خوشت اومده، احساساتی شدی، گفتی مسیح خدا و خداونده. اگر این استاندارد رو تو زندگیت نیاری و ملزم نباشی، نه محکوم بلکه ملزم نباشی و به کارت ادامه بدی، من میگم برو به مسیحیتت شک کن، چون کاری واسش نمی کنی، همینجور موندی. صبر کنید. یه نفر میاد میگه من نمیتونم آزاد شم. جواب اینه که مسیح میتونه آزادت کنه. برادر خواهر، همون جوری که نجات تو خودت کاری واسش نکردی و فقط پذیرفتی، برای خشمتم عیسی مسیح میتونه آرامش بهت بده. پس اینا رو من گفته باشم، مبادا ما در خشم زندگی کنیم و حق به جانب داشته باشیم. خوشحالم که اجازه میدید اینو من با عزیزان در میون بذارم، چون واقعا مسیحیان رو نمیشه. بعضی از مسیحیان ما میایم مسیحی میشیم، خیلی با هم تعارفات داریم، بله، واقعا بازی میکنیم، کلیسا بازی میکنیم، نمونه خوبی تو ایران نیستیم، بله، نمونه خوبی برای همسر و بچه‌هامون نیستیم و فقط میگیم من مسیحی هستم. بابا چه مسیحیتی؟ درست. مسیحیتی که من مثل مسیح رفتار نکنم مسیحی نیست. بله. ما رو مسیحی میخونن برای اینکه باید شبیه مسیح باشه، چون استاندارد رو میدونن. استاندارد خیلی بالاست. ما اینقدر استاندارد رو میاریم پایین که لباس تن من بشه. درست. بابا استاندارد بالاست، استاندارد لباس مسیح بالاست. وقتی لباس رو میپوشی اصلا آدم ابهتش آدم رو میگیره. ولی خدا ما رو تنها نگذاشته. این که میگیم واقعا پر، بعضی میگن خب پری یعنی چی؟ بله. پر یعنی کنترل روح. بله. یعنی روح خدا بیاد منو در مورد خشمم کنترل کنه. ای روح القدس بیا، من خشم دارم، منو کنترل کن. من شما که میگید، من البته عزیزانم شاید منو بشناسن، من خود من مشکل خشم داشتم قبل از اینکه مسیح رو بپذیرم. و بعد که مسیح رو پذیرفتم، تا نمیدونستم روح القدس چگونه میتونه بیاد، بله، و چگونه میتونه بیاد منو کنترل کنه، و این استاندارد رو برای خودم قبول نکرده بودم که من نمیتونم با خشم راه برم. درست. نمیتونم هرج شده بذارم بیرون بیاد. درست. و این رو چون پذیرفتم، روح القدس به کمک من اومد. میباید اول ملزم بشی. بله. مسیحی باید، بله، ملزم بشی. بله. میخوام فقط برای عزیزانی که شاید نمیدونید معنی پری روح القدس یعنی چی، یعنی روح خدا که به من هدیه شده و به شما هدیه شده. وقتی مسیحی هستی هدیه داری، روح خدا در شما ساکنه. وقتی میگیم پری، یعنی من خودم نفسم رو به دست و کنترل روح خدا میدم. پری یعنی این، یعنی فکرمو میدم، احساسم رو میدم، تصمیم گیری ها و ارادم رو میدم تحت کنترل او. پس اگر موقعی که خشم که احساسه و میخواد از کنترل من خارج بشه و بیاد بیرون، من فوری دست بسته میدمش به روح القدس، میگم پر شدم. روح القدس مرا پر کن، روح القدس مرا کنترل کن، روح القدس به من بگو، چون روح القدس میکنه. و وقتی روح القدس حرف میزنه، از کلام صحبت میکنه. پس من باید گوشم به کلام عادت کنه. من و شما مسیحیان اگه بخوایم از عادت هامون آزاد شیم، اگه بخوایم از چیزهایی که میدونیم شبیه مسیح نیست آزاد شیم، میباید کلام رو بخونیم تا روح القدسی که در ما ساکنه وقتی حرف میزنه من بشنوم، تا من بتونم بگم تسلیم میشم، تا باز دوباره روح القدس اون کلامی رو که به من گفته به عمل تبدیل کنه. میبینید چقدر ساده است؟ من نباید به عمل تبدیل کنم، روح القدس هر فکری رو، هر فعلی رو به عمل تبدیل، هر اراده‌ای رو به عمل تبدیل میکنه. ببینید ساده است. مسیحیت مذهب نیست، مشارکت ما با روح خداست. و روح خداست که در من و شما اون آرامش رو ایجاد میکنه. روح خداست که میاد و مرا کنترل میکنه. میخوام امشب اینا رو داشته باشید. برای همین آیاتی رو که میگیم به عزیزان اینه که این آیات ملزم کننده رو بدونن. وقتی روح القدس میگه، بگه چشم، بله، باشه باشه، من میدمش به تو. چقدر خوب آدم روزه بگیره. بله. روزه، موقعی که آدم روزه میگیره، روزه غذا نمیخوره، خیلی آدم زود حساسیه، چون نمیدونم چه ربطی داره بین شکم آدم. درسته. بدن آدم، غذا خوردن آدم با احساس آدم، نمیدونم، من پزشک نیستم، سرم هم نمیشه، ولی واقعا من خودم وقتی غذا نمیخورم اینجوری میشه. مثلا بچه‌های ما شوخی میکنیم بعضی وقتا، مثلا سوگل من از دانشگاه میاد، الان راه دور هست، بعضی وقتا تو تلفن زنگ میزنه میگه من دارم میام، من نادر جان داریم باهاش صحبت میکنیم. بعد میگیم خب این کار میبینیم خیلی خیلی ترده، مثلا میگه نه 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 من. مامانش میگه که گشنته، میای خونه غذا میخوری. خیلی جالب، گشنته. یعنی نمیدونه چیکار بکنه، زود تصمیمای سریع میخواد بگیره. وقتی آدم غذا میخوره شاید میسکن کمی آروم میشه. برای این وقتی روزه میگیریم، درست، یه تمرین خوبیه که ما بتونیم در اون موقع بدونیم
روح خدا میخواد منو کنترل کنه. روزه خیلی از خیلی واقعا کلید این کاره. میخوام این آیات رو، شما آیه دارید عزیزم، آیه خوبی دارید میخواین پاس کنید در مورد آرامش و صلح، یا میخواین اول نفسوسیان رو ببینیم؟ هر جور که میخواین. اساید 8 رو بذارید. بازم نکاتیه که ملزم کننده است. اینا نکات ملزم کننده است. میگه و هر قسم تلخی، توجه کنید، غیظ، خشم، فریاد را، فریاد و بدگویی و بعدش پشتش خباثت رو از خود دور کنید. پس جالب اگه توجه کنید، این خشمه از اون تلخیه میاد، خشمه از اون غیظه میاد، بعد از خشم پشتش فریاد میاد، بعد از فریاد بدگویی میاد، و بعد از بدگویی خباثت و برنامه ریزی برای ضربه زدن. خباثت یعنی برنامه ریزی برای ضربه زدن، درسته؟ یعنی برنامه میچینی که به طرف ضربه بزنی. این خباثت دیگه فکر نمی کنم باید در یک مسیحی باشه. اصلا هیچ کدومش نباید باشه. بگم البته خب هیچ کدوم، اما خباثت یعنی این که بشینی یه نقشه‌ای بکشی که چجوری از بین ببری. و پشت همین آیه 32، البته روی اسلاید نیست، من فقط میخونم، میگه و با یکدیگر مهربان باشی. نه هست، داریم اسلاید بعدیه. بله 32 اسلاید بعدی هست. 32 هستش، میگه و با یکدیگر مهربان باشید. آره، این کارو بکنید، این کارو بکنید به جاشون. وقتی ما نقشه میکشیم بذار این نقشه ما باشه. با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. خدا در مسیح ما را آمرزیده است. و بس بیایم یه خباثت ما، اون فکرایی که داریم که دیگران رو از بین ببریم، بذاریم این فکر ما باشه، با یکدیگر مهربان باشیم، رحیم باشیم، همدیگر رو عفو کنیم، چون بخشش ها در عفو کردن دست. دقیقاً. و جالب اینه کلید، یعنی هم باید این ورش بریم که ببینیم. بله. دلیل خشم ما، اگه اسلاید قبلی رو بذارید، میگه از تلخیه. تلخیه. درست. دلیل خشم من که از تلخیه، اسلاید قبل اگه بذارید ببینن عزیزان، از تلخیه. بعد اون تلخیه از کجا به وجود اومده؟ یه چه اتفاقی افتاده؟ بله، یه اتفاقی هست. من شما رو نبخشیدم، یک تلخی تو وجودم. درست. نبخشیدن تلخی میاره. برای همین در اسلاید بعدی، یعنی آیه بعدی، پشت بندش میاد این کارا رو بکنید، میگه نگاه کنید چون آمرزیده شدید شما هم بیامرزید. یعنی باز ریشه آمرزش و بخششه. بله. ما باید واقعا بخشش رو یاد بگیریم. در واقع این خدا و مسیح توی این آیه، نگاه کنید، خداوند در قدوسیت، ما هیچ کاری رو نمیتونیم بکنیم که خدا چیکار کنیم، ما خدا رو خوشنود کنیم، پدر آسمانیمون رو خوشنود کنیم، اما مسیح پدر رو خوشنود کرد. بله. پدر مسیح اومد گناهان ما رو برداشت. ببینین الان کار مسیح اینجا قشنگ باز میشه، جایی که ما انسان‌ها باید یکدیگر رو عفو کنیم، مسیح اومده گناهان بشریت رو برداشته و چیکار کرده؟ نزد پدر اون عفو رو از ما گرفته. بله، تو برای ما عفو فراهم کرده. بله. عفو و بخشش رو برای ما فراهم کرده. درسته. یعنی دقیق جالب اینه که طبق قانون الهی وقتی خشم بگیری یعنی قاتلی، قاتل باید کشته بشه. کشته بشه. مسیح میگه من به جای تو برمیدارم. برای همین اگه ما با هم برمیخوریم و یه اتفاقی میفته تو دل من، وقتی شما رو نمیبخشم شروع میکنم تلخی و ناراحتی. درسته. و بعد دیگه خشم میاد بیرون، بعد فریاد و بدگویی از طرف، از وقتی شما نیستی، چون نسبت بهت خشم گرفتن دیگه. بله. میرم سراغ یکی دیگه بدگویی میکنم، بعد یه چه مقدار بدگویی زیاد کردم، غیبت کردم، حالا میگم برنامه بچینم بعد ریمند رو بزنم از زمین. یک چند نفری هم داریم علی خدا. اصلا اونام آماده. آره، اونام آماده و میخوایم که این شخص رو به هر هر جوری که شده ببریم، که این واقعا از مسیح خداوند نیست. بله. چون مسیح ما رو عفو کرده، ما هم باید دیگران رو عفو کنیم. بله. پس میخواستم به آیه ای رو باز کنیم، به یکی رو گفتیم خدمتون، گفتم راجع به بچه ها که حالا یاد میده. اسلاید 14 رو اگه نشون بدید خواهش میکنم، افسیان 4:26-27 و میریم آیه بعدی. اسلاید 15 رو بذاریم، افسیان 6:4 اینو میگم و بعد برمیگردیم راحل ها رو. جالبه، میگه ای پدران فرزندان خود را به خشم میآورید. خیلی جالبه، ما خب فکر کردیم ماها فقط خشم میگیریم. نه، ما خشم میگیریم بعد یه کاری میکنیم بچه‌هامون هم به خشم بیاد.
حالا ممکنه من خشم نداشته باشم الان، ولی انقدر پیله میکنم، انقدر سختگیری میکنم، انقدر یه کاری میکنم که الهی نیست، انسانیه. درست. شاید هم از ترسم باشه. درست. شاید از کنترلم باشه، شاید از این که از دست بچه‌م عصبانیه، شاید هم نیکویی در فکر ما، در فکر، ولی راه حل بلد نیستم. اما راه حل بلد نیستم و میخوام چون بچه‌م رو توی کنترل قرار بدم خشم میارم، میارمش توی یه جایی میذارم خشمگینش میکنم. چون داره میگه که بچه‌ها واقعا اون حد تحملشون کمه. بله. تجربه ندارن، باید تجربه با روح القدس داشته باشن، تجربه با زندگی داشته باشن، ندارن. میگه اونا رو خشمگین نکنید، چون خشم رو در دلشون میکارید عزیزان. و بچه ها رو بعض وقتا ما خشمگین میکنیم. بله. و این بچه بزرگ میشه، میره تو خونه همسرش، هم انتقال میکنه. کی بهش انتقال داده؟ پدر. میگه ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید. خیلی جالبه، این مهمه. بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. وقتی میخوای بچه تو تربیت کنی، پدر مادر فرق نمیکنه، با عصبانیت یا با خردگیری یا با تحقیر، توجه کنید، تحقیر، کتک زدن، هر چی، به خشم نیارینش. بعضی از بچه‌ها تو صورتتون خشم رو نمیارن، نمیتونن بیارن، چون میترسن. اگه خشم بیارن دوباره شما اونها رو دیسیپلین خواهید کرد. پس کجا این خشم کجا قایم میشه؟ تو وجودش قایم میشه، در دوران بچگی، در دوران تینیجری قرار میگیره. به سن 17 18 رسید میبینی از خونه رفت بیرون، به سن 20 سالگی 30 سالگی میرسه، همون خشمی رو که تو بچگی من مادر، من پدر بر این بچه کار گذاشتن میزنه بیرون، دختر تفلکی از یه خانواده دیگر آسیب میرسونه، میزنه بیرون بچه های خودش رو آسیب میرسونه، میزنه بیرون شوهرش رو آسیب میرسونه. توجه کنین عزیزان، از همین الان با بچه هاتون وقت بذارید، آنها را با نصیحت و تأدیب، یعنی با درست ادب کنین، نه با زدن، عصبانی کردن. این یه کلیدیه که حداقل بچه هاتون رو بخشمین. حالا خودتون که دیگه اون امریس علاه دست. آیه قبلی رو میخوام شما بخونید، مزمور 4:4 اینجا هست، اگه بگذارید داریمش. 4:4 شما دارید از کتاب باز میکنید. بله، 4:4 رو بخونید، عزیزانم میگیرن. خشم گیرید و گناه مورزید، در دلها بر بسترهای خود تفکر کنید و خاموش باشید. بله، یعنی میگه وقتی خشم میگیرید چیکار کن؟ بله. راه حل نشون میده، میگه بستر خود تفکر کنید و خاموش باشید. برو کنار در دلهات. آره، الان خشم گرفتی. یه ذره برو تو اتاقت آروم بگیر. درست. آروم بگیر، یه ذره از اون محیط خارج شو. و اگه شده بعضی وقتا یه نفر خشم میگیره، وای میسته تو همونجا و آماده دعواست. آماده دعواست، یعنی یه نفر خشم داره و نگرش داشته، یه چیزی بگی بهت میگه نه این کارو نکن، برو تو اتاقت. و حتی هم بگو مثلا همسر عزیزم یا رایمون جان اجازه بده من میرم برمیگردم، میذاره بذار من آروم بشم. میری حضور خدا و جالب میگه در دلها بر بسترهای خود چیکار کنین؟ تفکر. تفکر در کی؟ در سلامتی، در آرامش خدا. آرامش. بله، در آرامش خدا تفکر کنین و این باعث میشه این آرامش وارد بشه. خشم اراده و عدالت خدا رو به جای نمیاره. بله. خشم جاش چیزی رو میاره که تنش هستش، جدایی هستش، و به جای اینکه ما بیایم در همون آن، هر همون وقت بخوایم خشم رو چیکار کنیم، بخوایم خشم رو نشون بدیم، بذاریم عدالت خداوند بیاد اونجا، اجازه بدیم روح القدس کار کنه. تو خیلی از تصمیم گیری ها ما شاید عجول بخوایم و با عجله یک تصمیمی رو بگیریم و بخوایم کاری رو انجام بدیم که اصلا در اون زمان اراده خداوند نیستش. در همون گش کامل، در همون آیه 6 افسوسیان 6 که صحبت کردین، اونجا میگید نصیحت رو چکار کنین؟ نصیحت، تأدیب و نصیحت خداوند رو. بله. نگاه کنین، اونجا نمیگه که تأدیب و نصیحتی که از پدرانتون یاد گرفتین یا در کلیسا یاد گرفتین اون رو انجام بدین، بلکه میگه که تأدیب و نصیحت خداوند رو. تو همون کلمات بعدی میگه تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. پس بیایم در زمان خشم
بذاریم عدالت خدا بیاد. بله. و عدالت خدا جاییست که اونجا یک مقدار به خودمون اجازه بدیم که فکرامون از ما جدا بشه و کلام خداوند رو بیاریم، خدا رو داور بیاریم. خدا و آره من زمان حق با من نیست. بله خشم رو میاریم، ما روحا رو داریم چیز میکنیم، میگیم بله روحا رو دعوت میکنیم، میگیم خب شما هم تشریف داشته باشین اینجا تا یه حقی بگیریم از اون شخص. اما وقتی که اجازه نمیدیم به این خشم از جدا میشیم یا اون محل رو ترک میکنیم به یک فضای دیگه میریم و کلام خداوند رو به یاد میاریم، اونجاست که نصیحت‌های خداوند به فکرمون میاد که باید ملائم باشیم، نصیحت پذیر باشیم، باید یک دیگر رو بهتر از خود بدونیم. بعد اون موقع برگردیم کش کامل، من مطمئنم با یک فکر و با یک دیدگاه دیگه ما نسبت به اون شخص صحبت میکنیم. صد درصد. یعنی واقعا هم جالب میگیم موقعی خشم میگیرم من منتظرم، یعنی دارم داوری میکنم. بله. داوری بدم دست خدا، داوری بدم دست خدا. یه ذره کوتاه این باید الزام دیگه، این الزامیه که یه مسیحی باید داشته باشه. درست. یعنی موقعی رسید به پای خشم و به خودش حق داره میده، باید کوتاه بیاد بگه نه من داور نیستم، داوری رو میدم به خدا، من میرم در خلوت از خدا میپرسم. درست. آرامش رو بگیرم بیام. همین آیه رو که میگفتید عدالت خدا رو خشم اجرا نمیکنه تو یعقوب، بله آیه فصل 1 آیه 19 و 20 خیلی جالب میگه، باز دارید بخونیدش. بله. بله. 1:20-1:19 بله. میگه بنابراین ای برادران عزیز من، هر کس در شنیدن تند و در گفتن آهسته و در خشم سست باشد. خیلی جالبه، شنیدن خیلی میگه در شنیدن چی باشه؟ تند، سریع بشنو، گوش بده. بله. گوش بده. بله 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 بله. ببین چون چیزی رو داره میشنوی که شاید لازمته که تصحیح کنی. بله. زندگی تو تصحیح کنی و بشنو. زندگی آره. بعد دومی رو میگه چی؟ در گفتن آهسته. حرف میزنی زره کوتاه بیا. آره. و حرف نزن انقدر، نذار حرف خودت رو به کرسی بشونی. و بعد در خشم میگه چی؟ سوس یعنی دیگه ریلکس کام. برو آرامش. اینقدر به قول آمریکایی ها میگن تنس، استرس نداشته باش. اینجوری نباش و خشمتو بذاره بیاری بیرون. اینا بله. آیات ملزم کننده است. برای همین پشتش میگه، اون آیه رو میگه. آیه 20 میگه زیرا خشم انسان عدالت خدا را به عمل نمیآورد. فکر میکنی میداری حتی حق رو اجرا میکنی. بله. حق با ده... چون خیلی شده، خیلی از مسیحیان شده. یعقوب صحبت با مسیحیان. دقیقاً داره میگه بعضی وقتا مسیحیان به هم میرسن. بله. گناهی مثلا من در شما میبینم، بعد خشم میگیرم میخوام ثابت کنم شون. بابا نه، این داوری خدا رو، عدالت خدا رو اجرا نمیکنه. درسته. در آرامش برو و اجازه بده خدا بیاد و فرد رو ملزم کنه. اینه یه چیزی که ما باید یاد بگیریم. من فکر کنم مسیحیان باید تو این یه مقدار یاد بگیرن. من خدا رو شکر میگم، بعد جالب بود داشتیم می‌خواستیم برنامه رو شروع کنیم، بعد برادر سمجی از طرف دالاس گفتن برنامه خشم چرا برادر رایموند آوردین؟ ایشون اصلا خشم نمیگیره، مرد آرومیه. گفتم خود تو موقع جوونیاش نبودی حتما نمیدونی، ولی مسیحه که او رو عوض کرده. و من دیدم برادر رایموند، خدا رو شکر میکنم براش، ایشون رو جلال نمیدم، تو فشارها، تو سختیها، تو مشکلات که میتونست از کوره دره، میتونست، یعنی من خودم با چشم خودم دیدم که میتونست از کوره دره، ولی با آرامش خیلی، یعنی هر کی دیگه هم بود میگه بابا تو دیگه خیلی کوتاه اومدی، حتما بهش میگفتن حتما، ولی دیدم چقدر با آرامش از توی این آتش رد شد و اون شخصیت روحانیش رو نشون داد. و این ارزشمنده برای شما، من نمیخوام بگم برادر رو جلال بدم، ارزشمنده. خدا میخواد من و شما در خشم سست باشیم. دلسته. یه نفر اگه خارجی بود یا دور بود شما رو نمیشناخت، آقا شما خیلی دیگه مظلوم هست. درسته. چرا نخواستید صحبت بکنی؟ ولی اون آرامشی که شما توش رد شدی، شما پیروز شدی. خب در واقع ایمان ما در عمل نشون میده که چه ایمانی هستش و ما چیزی که در ما کار میکنه روح خداوند هستش. آمین. و روح القدس کمک میکنه مسلما. در وقتی در شنیدن، کسی که داره شنیدن رو، یعنی یه طرف مقابل هست، حرفاشو مرتب داره میزنه و شما اگه بخواین هر چیزی رو که میشنوین یک
بالا پایین کنین، همون موقع صحبت کنین، خرابی ها به وجود بله. میاد و ما باید آگاه و هوشیار و بیدار باشیم. کلام میگه، میگه هوشیار و بیدار باشید و اجازه ندهید که ابلیس چیکار کنه، برخشم کنه. شما میاد و واقعا زمین بله. فرصت به ابلیس نده. اگه 100% هم با شما آیه داریم، اگه آره. بذارید آیه 14 هست ببینن عزیزان، اگه 100% هم اصلا حق با شماست بله. اصلا حق 100% با شماست و اصلا اون شخصی هم که میگه از یک دیدگاه دیگه میگه، ما انسان ها متفاوت هستیم بله. و از لحاظ فکری یه مقدار فرق میکنیم. خب اگه اون شخص 100% داره اشتباه میکنه و اگه شما فکر میکنین که 100% درست هستین، بس فکر میکنم باید چیکار کنین؟ خشم رو سست باشین، یعنی اجازه نباید خداوری رو خدا میکنه. بیشتر سعی کنیم زبانمون رو، دهانمون رو ببندیم و بیشتر بشنویم و این شنیدن زیاد کمک میکنه که ما توی همینطور گفتیم یعقوب، یعقوب کتابیه که ایمان در عمله بله. و ما همینجور بگیم ایماندار هستیم، هللویا، بالا پایین بپریم، دو تا سرود روحانی بخونیم، من مرد دعام، بعد یه سری لغت‌های مذهبی هم بله. بلد باشیم بله. کلیشه مسیحی بله، هللویا، خدا رو شکر، خداوند به شما برکت ده، بلند شیم یک دفعه یه کارایی بکنیم، بگن این شخص پر از روح القدسه یا مثلا تا دعا کردن بیافتیم زمین دو تا ملغ هم بزنیم. نه، اینجور چیزا نیست. زمانی ایمان ما نشون میده که در عمل چیکار کنه، تست خودش رو بده و نه خودم نه هیچ کسی دیگه ای نمیخوایم خودمون رو جلال بدیم، بلکه فقط میخوایم بگیم بله ما انسانهایی بودیم که در خشم واقعا در زبان تند، اما الان در مسیح عیسی در قدرت روح القدس خشممون رو مسیح برداشته و روح القدس آرامش خودش رو ریخته و نه میخوایم اون خودمون رو بالا ببریم. کشکامین این خیلی هم هست بله. خیلی اوقات میگیم این روح القدسی که در منه قوی تره، الان داره این کارو میکنه، آره این کارو میکنه، مثلا من زبانمو بستم، نه همون برادر منم به اندازه خود من روح القدس رو داره و هیچ ما محکومیت نمیریم بر تو اون شخص مقابل بگیم این شخص مثلا روح القدس نداشت، نه اونم از یک دیدگاهی داره صحبت میکنه و من از یک دیدگاه دیگه ای رو دارم و فقط میبایستی بشنوم، اجازه بدم که خداوند کارشو کامل کنه. میخوام یک کلیپی رو توجه کنیم، برمیگردیم، دو سه تا آیه دیگه هست میخوام یاد بگیرید آرامش الهی رو درک کنیم، چون برای رفتن بیرون خشم من باید از روح القدس بخوام آرامشش رو یکی دو تا از مزمور برای آرامش و برای کلید آرامش برادرمون بخواستم با شما باز کنم، اسلایدش هم داریم، بفرمایید اگه همون اسلاید شماره 23 هستش، مزامیر 34. واقعا اونجایی که افسوسیان 6 رو ما نگاه کردیم که میگه تدبیر و نصیحت خداوند رو به کار ببر، در واقع داره میگه کلام خداوند رو استفاده کن و در پی با کلام خداوند همه چیز رو تدبیر کن، نصیحت کن، یاد بده و آموزش بده. و مزامیر 34 آیه 14 میگه از بدی اجتناب نما و نیکویی بکن، صلح را طلب نما و در پی آن بکوش. من میخوام آیات بعدی رو هم بخونم، شاید اسلاید نداشته باشیم. میگه چشمان خداوند به سوی صالحان است و گوشهای وی به سوی فریاد ایشان، روی خداوند به سوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منقطع سازد، چون صالحان فریاد برآوردند خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگی‌های ایشان رهایی بخشید. مثلا مشکلی هست وقتی دعا کنند به سرایند بله. نزدش برن بله. جواب با پرستش با دعا بله. بریم به حضور خداوند، بخوایم یک رابطه دوستی صمیمی با خداوند داشته باشیم بله. رابطه خشک مذهبی نه، بلکه مثل ابراهیم که خداوند میگه که ابراهیم دوست من هستش و از اون دوستی ما بیایم، چون ایمانه و پدر ایمان ما ابراهیم هستش، بیایم از پدر ایمانمون نگاه کنیم به ابراهیم که چه دوستی با خداوند داشت که خداوند رو در اشعیام داره این رو بازگو میکنه. جالبه موقعی که میگی دوستی، وقتی با دوستت میشینی و با او سخن میگویی و او شخص آرومیه، از آرامش او میگیری. درسته. و مسیح مظهر آرامشه بله. دوست توست و وقتی باش
رابطه برقرار میکنی اون دوستی میاد. میخواین آیات بعدی رو هم بگیم؟ بعد مزامیر 37 هستش. بله. آیه بعدی و میگه اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید. بله. لذت میبرن، لذت میبرن، شادی میکنن دیگه. کسی که حلیم، فروتن، آرومه. بله. خیلی جالبه ها. بله. میگه تو از لذایز دنیا لذت خواهی بود. کش کامل مردم الان به دنبال اون سلامتی، اون لذتن. اگه ما اون لذت آرامش روح القدس و خداوند رو داشته باشیم و پی برده باشیم که در این سلامتی میتونیم زندگی کنیم، به ما خواهند چسبید. بله. دنیا تماما ترخیه. شما هر کجا رو نگاه کنین درد و شیون هستش. مطمئنن اگه با قدرت کلام زندگی کنیم، دیگران میان به ما وصل میشن. ما خیلی اوقات ایمانداران و مسیحا و حتی کلیساها میخوایم به زور بگیم بیاین ما رو چیز کن، بیاین کلیسای ما. نه، بذار مردم ببینن صورت بشاش ما رو، بدونن که ما از چه قدرت نجاتی داریم صحبت میکنیم. اون زمان مردم خودشون میان، چون واقعا دنیا پر از دردیه و هر طرف میچرخیم خبرهای بد هستش تا خبرهای خوب خوش. خب اگه ما سلامتی مسیح رو به جای بیاریم و از بدی و غیبت اینها دوری کنیم، جاش چیزهایی میاد که دیگران میان ما این رو میخوان. مثل آیه که دارید امثال سلیمان 16 است. بله. آیه بعدی رو بذارید، خیلی جالبه. آیه بعدی میگه وقتی واقعا تو در آرامشی، تو صالحی، تو درست رفتار میکنی. درسته. حتی چه اتفاقی میفته؟ بله. میگه چون راههای شخص پسندیده خداوند باشد. بله. پسندیده. چون راههای شخص پسندیده خداوند باشد، دشمنانش را نیز با وی به مصالحه میآورد. یعنی دشمن دوستت میشه. بله، واقعیت. و من اینو تجربه کردم. خدا شکر. بله. و من اینو تجربه کردم. خیلی از مسیحیان هم میخوام میگن. بله. آمین. چون موقعی که ما آرامش از ما میاد، دیگه دشمن ما خل اصلاح میشه. درسته. مثلا هر کاری میخواد بکنه خل اصلاح. درسته. میشه. چون دشمن ما یک چیزی رو انتظار داره. کش کامل میخواد، فکر میکنه ما میخوایم انتقام بگیریم ازش، فکر میکنه که نقشه ها کشیدیم براش. اما یک دفعه دشمن ما میبینه نه، این منو دوست داره و میپذیره منو، اونم میاد در یک صلحی که واقعا از طریق مسیح وارد میشه. آمین. میخوام دعا کنید برادر عزیزم، دو دقیقه وقت داریم. شو. از دعا کنید عزیزم که الان با خشم دست و پنجه در میکنن. خشم رو به صلیب میخکوب کنن و آرامش رو از مسیح و مشارکت. آمین. مسیح بگیرد. با برادرمون دعا کنید، منم با شما هم دعا میشم. آمین. میخوام امشب اون قدرت تاریکی و روح پلیدی که پشت خشم مردا و زنا فرق نمیکنه، ما مسیحیان هست، به زیر بیافکنید، پیروز شید و اون گناه رو به روی صلیب میخکوب کنید. اجازه بدید روح خدا شما رو پر کنه. بفرمایید دعا کنید. بله، یک دقیقه. بله، میریم به حضور خداوند و با قلبی باز و با فکری آزاد اعلام میکنیم که میخواییم روح القدس میوه های تو رو به جای بیاریم. و غلاطیان 5:22 رو که میگه لیکن ثمره روح. بله. محبت و خوشی و سلامتی. یعنی آرامش. و حلم. بله. و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ شریعت. بله. مانع چنین کارهایی نیست. ای خداوند، این رو ما از خداوند میخواییم. آمین. که ثمرات روح القدس بیاد و در زندگی هامون کار کنه. روح القدس وارد زندگی من شو. تو را دعوت میکنم، نیاز دارم نسبت به خشمم، نسبت به نگرانی هام. خیلی اوقات خشمای ما از نگرانی هامون هستش. بس ای روح القدس، نگرانی خودم رو به تو میدم امشب. میدونم که تو ماورای قدرتی که داره منو کنترل میکنه، تو ماورای قدرت‌های رو تاریکی هستی و میتونی اونها رو شکست بدی. بله. و اونها رو میتونی از من ببری عقب. کار من نیست با روحای تاریکی به جنگم، بلکه کار توست که تو بیای و سلطنت خودت رو در زندگیم جاری بسازی. تشکر میکنم ای روح القدس، وارد شو، دعوت کنین از روح القدس. بخواد. بله. اون قدرت الهی بیاد و کار کنه. بله. و همه رو در نام مسیح عیسی دعا میکنیم. آمین. آمین.